به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و درود خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوارم که حالتان خوب خوب باشه به با مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساب ما را یادداشت کنید تا اگر سوالی داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید شماره را یادداشت کنید شماره ما از ۸ تا 24825575 شما از طریق این شماره می توانید با ما در ارتباط باشید. خوب شاید عزیز و نازنین قصد داریم که وارد درس دوازدهم شویم فصل پنجم آغاز کنیم با موضوع خواس نور. موضوعاتی که در این جلسه قرار با همدیگه بررسی کنیم اجسام نورانی و غیر نورانی را از همدیگه باید تفکیک بتانیم اجسام شفاف کدر و نیمه شفاف باید یاد بگیریم و در ادامه در رابطه با یک پدیده طبیعی بسیار مهم به نام محتاب گرفتگی با شما عزیزان صحبت داریم اما قبل از شروع درس مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل خب شاگردای عزیز و نازنین در درس جلسه قبل ما در فصل فشار قرار داشتیم دیگه موضوعاتی در رابطه با فشار بیان کردیم فشار اتم سفیر بود فشار مایعات بود در رابطه با بادابرهای هایدرولیکی صحبت کردیم خب یک مرور داشته باشیم با طرح چند تا سوال از شما عزیزان این سوال ها را با کمک همدیگه جواب بدیم ببینیم که چقدر شما عزیزان به درس تسلط پیدا کردید خب سوال اول با همدیگه میخوانیم گفته کدام جمله صحیح است یک مایعات به تمام جوانی به خود فشار وارد میکنند آیا این جمله صحیح است یا خیر شما بگین آفرین طبق یک اصل بسیار مهمی که به شما عزیزان گفتیم به نام اصل پاسکال دیگه گفتیم اگه بر مایه یک فشاری وارد شد و این مایه عین فشار به تمام نقاطی که با مایه در تماس هستن جداره های ظرف کف ظرف این فشار وارد میکنه پس جمله جمله صحیحی است جمله بعدی رو با هم میخوانیم برای مقدار آب معین هر قطر سطح قاعده ظرف زیاد شود فشار وارد شده بر قاعده ظرف هم زیادتر میشه در واقع این سوال یک جورایی دما میگه که فشار مایعات آیا به شکل ظرف بستگی دارد یا خیر ما در جلسات قبل گفتیم فشار مایعات به چه عواملی بستگی داشت آفرین به سه تا عامل دیگه اولش چی بود کثافت مایع دومش چی بود آفرین عمق مایع سومیش که جاذبه زمین بود پس در این سه تا مواردی که ما گفتیم اصلا در رابطه با سطح قاعده ظرف و شکل ظرف صحبتی نکردیم پس هر سطح قاعده ظرف ما زیاد شود کم شود تغییر در فشار ایجاد نمیکنه پس این جمله جمله غلطی هست جمله بعدی رو ببینیم آیا جمله صحیح یا خیر گفته هرقدر عمق مایه زیاد شود فشار هم زیاد میشه خب دیگه ای ما به شما گفتیم دیگه گفتیم فشار مایعات به عمق مایعات بستگی داره هرچی چی عمق بیشتر فشار بیشتری را ما احساس خواهیم کرد مثالش هم گفتیم دیگه وقتی شما به حوز آب بازی وارد میشین به اعماق که فرو میرین فشار بیشتری را بر خودتان احساس میکن پس جمله هم جمله صحیحه پس فقط جمله دومی غلط بود دو جمله جمله صحیح بود سوال بعدی رو با هم ببینیم گفته اگر یک جسم در آب قرار بگیرد از طرف آب قوه به جای خالی بر جسم فشار وارد میکند خب این قوه چه قوه بود شاگردای عزیز یا تن هست یا قوه ما به شما معرفی کردیم گفتیم خیلی قوه مهمیه قوه سعودی یا قوه شناوری یا قوه عرش هم به گفته میشه خب چه قسمی بود به تخت سیا نگاه کنید یک بررسی داشته باشیم خیلی قوه مهمیه در سنف های بعدی با این قوه ما خیلی کار داریم خب نگاه کنید ما خدمت شما عزیزان گفتیم اگر ما یک ظرف داشته باشیم این ظرف مایه داخل ظرف مایه, مایه قرار داره دیگه است این آب است یا هر سیالی دیگه میتونه باشه یک جسم شما داخل ظرف قرار بدین این جسم مایه ما خ... در سوال قبلی هم اینه بررسی کردیم در جلسات قبلم هم گفتیم گفتیم هرچی عمق مایع شما زیاد شوه فشار بیشتر میشه پس وقتی جسم شما داخل این مایع قرار میدین این جسم شما یک طول و عرض ارتفاع داره دیگه سعیسته پس شما اگه این جسم داخل این مایع قرار بدین در قسمت کف این جسم سعیسته اینجا چون در عمق بیشتری از مایع قرار گرفته پس ما اینجا فشار بیشتری داریم پس اینجا فشار بیشتری وارد میشه اما دی فشار کمتر است دیگه پس اینجا یک اختلاف فشار ایجاد میشه این اختلاف فشار باعث ایجاد یک قوه به سمت بالا بر جسم میشه که ما به این قوه میگیم قوه شناوری و با اف بی هم نمایش میدادیم دیگه این در جلسات قبل بررسی کردیم پس جواب سوال چی میشه جواب سوال میشه قوای سعودی یا قوه شناوری یا قوه عرش میدست دیگه خب سوال بعد ببینیم این سوالات ممکنه که در امتحانات شما مطرح شوه و وقتی در حوز یا دریا شنا میکنیم اگر به عمق زیاد برویم در گوش خود احساس درد میکنیم علت را توضیح بدهید خب علت از این باز هم برمیگرده به عواملی که معصر هسته بر فشار سیال یا مایات دیگه خب چه عوامل معصر بود باز هم گفتیم دیگه عمق مایه دیگه کثافت مایه و شتاب جاذبه پس وقتی شما که در اعماق فرو میرین عمق بیشتر میشه فشار بیشتری رو احساس میکنین و این فشار بر گوش شما فشار وارد میشه و باعث میشه شما احساس درد کنید علتش این میشه خب شاید عزیز درس جلسه قبل با طرح چند تا سوال با هم دیگه مرور کردیم اما وارد فصل جدید میشیم فصل پنجم خواص نور اولین سوالی که قرار با همدیگه در این فصل بررسی کنیم این سوال است ما شایده عزیز اجسام را در چه صورتی میتانیم ببینیم؟ که بود مردم ها فکر میکردن که از چشم انسان نور تابیده میشه بر اجسام و این نوری تابیده شده بر اجسام باعث میشه که ما اجسام ببینیم نظریه ای بود که سالهای قبل بیان شده بود اما امروزه این نظریه مطرحه این واقعیت دانشمندای فیزیک کشف کردن که ما اجسام را وقتی میتونیم ببینیم که از اجسام نور به چشم ما برسه خب مثال بزنیم وقتی که شما در یک اتاق تاریک وارد میشین شما هیچ چیزی نمیبینین دیگه همه که چراغ یا گروپ شما روشن میکنید میتونید همه اجسامی که در داخل اتاق هستن ببینید علتش چیه؟ علتش اینه که از اجسام نور به چشم ما تابیده میشه و ما باعث میشه که ما اجسام ببینیم پس ما اجسام در چه صورت میتونیم ببینیم؟ در صورتی که از اجسام به سمت چشم ما نور تابیده شوه ما میتونیم که اجسام ببینیم خب طبق این نکته ای که گفتیم ما اجسامی که توسط چشم انسان دیدن میشه را بس دو دسته تقسیم میکنیم یک دسته از اجسام اجسام نورانیان اجسام نورانی چی اجسامیان اجسامیان که از خودشان نور دارند مثل چی مثل ستاره ها مثل شمی که شما روشن کردید دیگه اینها از خودشان نور دارند دیگه اما یک دسته از اجسام هستند که اجسام غیر نورانیان اجسام غیر نورانی اجسامی هستند که از خودشان نور ندارند و نور انکاس میدن باستاب میدن این نوره مثل چی؟ مثل سیاره ها مثل همین دیواری که وجود دارد دیگه سعیسته پس اجسام یا نورانی یا غیر نورانی نورانی از خودش نور داره غیر نورانی نور نداره ولی نور چی کار میکنه؟ انکاس میده یا باستاب میده به با عنوان یک کار خانگی برای شما از در نظر گرفتیم شما به دوربر خودتان نگاه کنید. هر جایی که هستید، داخل اتاق هستید یا داخل سنف هستید، هر کجایی که هستید. اجسامی که دوربرتان هستن در یک لیست تهیه کنید. لیست اول بنویسین باز اجسام دو دسته تقسیم کنید اجسامی که نورانی هستن و اجسامی که غیر نورانی هستن جواب سوال تا نه به شماره 2964 780 255 ۲۵۵ برای ما روان کنید ببینیم که شما تانستید که اجسام نورانی را از اجسام غیر نورانی تفکیک تانسته بیتانید خب شاید عزیز اجسام در مقابل برخورد نوری که به اینها میشه ما گفتیم اجسام نور باستاب میدن دیگه نکاس میدن خب اجسام در مقابل برخورد نوری که به اینها میشه سه تا رفتار میتونه نشان به دست خودش یک یا جسم تمامی نوری که به جسم تابیده میشه را جذب میکنه و این نوری که جذب کرده را به انرژی حرارتی و انرژی داخلی یا انرژی درونی تبدیل میکنه یک دسته از اجسام هستن مثل جسم سیاه که باز ما در سنفای بعدی بازی جسم سیاه آشنا میشیم یک جسم ایدئال هست که در فیزیک مورد بررسی قرار می‌گیره. دو اجسامی هستن که نور انکاس میدن یعنی نور جذب خودشان نمی‌کنند. از خودشان رد هم نمی‌کنند. عبور نمی دن. این نور انکاس میدن سه اجسامی که نور از خودشان عبور میدن مثل شیشه مثل هوا دیگه اینا نور از اینها عبور میکنن دیگه پس اجسام سه تا رفتار میتونه نشان میده حالا طبق این موضوعی که ما گفتیم پس میتونیم یک دستبندی داشته باشیم از اجسام از نقطه نظر عبور نور میگیم که اجسام به سه دسته از نقطه نظر عبور نور تقسیم میشن دسته اول اجسامی هستند که شفافن اجسام شفاف نور از خودشان عبور میدن کلا مثل شیشه مثل آب مثل هوا صحیح دسته دوم اجسام کدرن اجسام کدر اجسامی که نور اصلا از خودشان عبور نمیدن مثل چوب مثل سنگ صحیح و اجسامی که در دسته سوم قرار میگیرن اجسام نیمه شفاف یا نیمه مکدر هم اینا گفته میشن خب اینا اشرامی اصلا که قسمتی از نور را عبور میده و قسمت دیگه از نور را جذب خودشان میکنه مثل بوتل پلاستیکی که هست شما یک بوتل پلاستیکی را در مقابل یک منبع نور اگر قرار بدین میبینین که یک نور ضعیفی از این بوتل پلاستیکی خارج میشه این نشان میده که بخشی از نور را جذب کرده و بخش دیگر را چکار کرده انکاس داده از خودش عبور داده دیگه پس میگیم که اجسام شفاف کدر م... و نیمه شفاف هستن یک نکته بسیار بسیار مهمی که در رابطه با نور و پرتوهای نور وجود داره اینه که نور همیشه به خط مستقیم انتشار پیدا میکنه شاگردای عزیز شما اگر در طلوع یک صبح وارد جنگل شوید یا جایی که درخت های زیادی داره می‌بینین که بخشی از جنگل نورانی بخشی دیگه هم به صورت سایه سایه این سایه های ها رو شما می‌بینین این چی را نشان میده؟ این نشان میده که نور به صورت خط مستقیم منتشر شده وقتی که به تنه درخت خورده عبور نکرده و سایه درخت ایجاد شده و جاهایی که شکاف وجود داشت نور که عبور کنه پس شاگردای عزیز این نکته بسیار مهم حتما به خاطر داشته باشید که نور در محیط‌های شفاف به خط مستقیم انتشار پیدا می‌کند. خب برای منظور ما یک سوال در نظر گرفتیم تا اثبات کنیم که نور به خط مستقیم انتشار پیدا می‌کند. سوال چی گفته؟ گفته آزمایشی رو طراحی کنید که اثبات کند نور به خط مستقیم منتشر میشه. خب برای این جواب این سوال ما یک آزمایش برای شما عزیزان مطرح میکنیم شما یک تیکه مقوای بسیار بزرگ در نظر بگیرید از این مقوا سه تا مربع یکسان برش کنید سایس اندازاش دل دیگه سه تا مربع ولی اندازای هر کدام یکسان باشه خب به تختسی ها نگاه کنید بیشتر توضیح بدیم خب از این مقوایی که شما دارید سه تا مربع شما برش بدین به صورت سه تا مربع ما برش دادیم در ادامه چیکار میکنیم قطرهای های مربع را شما رسم کنید نگاه کنید مربع را اینجا رسم کنیم به این صورت فرض کنید یکی از مربع هست قطرهای های مربع رو که شما رسم کنید محل تقاطع یک قطر در نظر بگیرید در این محل تقاطع یک شکاف ایجاد کنید یک سوراخ ایجاد کنید به قسمت پس هر سه اینها دارای سوراخ هستند دیگه سه یک سوراخ داره و هر کدام اینا رو شما میدین که سوراخ داریم. پس سه مربع یکسان سوراخ هایش هم که در وسط دا از لحاظ قطری ما اینا رو سوراخ کردیم پس این سه مربع رو داریم خب در ادامه چی کار میکنیم؟ یک منبع نور مثلا یک شم روشن یا یک گروپ شما در یک قسمت قرار بدید ما سمبولش میکشیم برای شما عزیزان سایست سمبولش را سمبول یک چراغ به این صورت دیگه خب یک منبع نور ما اینجا قرار دادیم خب شما خودتان این قسمت قرار بگیرید فرض کنید خودتان هستین دیگه از این قسمت این سه مربع که شما کنار هم قرار دادید به منبع نور نگاه کنید و شما میبینید که نور از این شکاف ها رد شده و به چشم شما رسیده سهیسته؟ خب تا اینجا ای کار حالا شما یک کار کنید یکی از این مربع جابجا کنید مثلا این مربع سومه یکم پایین بیارید یکم بالا ببرید یا چپ و راست کنید که دیگه این سه تا شکاف یا سوراخ در یک راستا قرار نداشته باشه صحیح شد پس یکی از اینا مثلا مربع وسط شما جابجا کنید وقتی که جابجا کردید و این سه تا شکاف در یک راستا قرار نداشتن باز هم شما از این قسمت به منبع نور نگاه کنید آیا نور را شما میبینید خیر شما نور نمی نمیبینید پس این نشان میده که نور به خط مستقیم انتشار پیدا میکنه در قسمت اول که هر سه مربع ما در یک راستا قرار داشتن هر سه شکاف ما در یک خط قرار داشتن شما تا نور رو ببینید اما وقتی که یکی از مربع ها را ما جا کردیم تو ما دیگه قادر به دیدن نور نبودید پس ای آزمایش برای ما اثبات کرد که نور به خط مستقیم انتشار پیدا میکنه اما همین نوری که ما در رابطه با عزیز صحبت کردیم خیلی جالبه که بدانید بیشترین سرعت شناخته شده در طبیعت همین نور داره سرعت نور برابر با 300 هزار کیلومتر بر ثانیه خیلی سرعت زیادی هست دیگه اگر یک انسان اگر یک جسم بتونه با این سرعت حرکت کنه در واقع معادل ای که در یک ثانیه هفت بار کره زمین دور بزنه در رابطه با سرعت نور آقای انیشتین تحقیقات بسیار زیاد و جذابی را انجام داده پیشنهاد میکنم به شما عزیزان که در رابطه با عزیز سرعت نور تحقیق کنید ببینید که اگر ما میتونستیم با سرعت نور حرکت کنیم چه اتفاقات جالبی میتونست که رخ بده پس به عنوان یک تحقیق به شما عزیزان میسپاریم که حتما تحقیق کنید خیلی موضوع جالبه کسایی که به فیزیک مند هستن در رابطه با باید تحقیق کنن که سرعت نور چقدر جالبه اگه ما با سرعت نور حرکت کنیم چه اتفاقاتی برای ما میفته نظریات آقای انشتین در این قسمت موارد بررسی قرار بدید پس سرعت نور برابر با 300 هزار کیلومتر بر ثانیه یک بیشترین سرعت شناخته شده در طبیعت هست اما از عزیز یک پدیده طبیعی که بارها و بارها شما با پدیده طبیعی برخورد کردید دیگه دیدید پدیده طبیعی چیه سایه هستن شما وقتی که در روز یا وقتی که آفتاب هستن بیرون میرید سایه خودتان میبینید یا سایه اجسام میبینید تا حالا فکر کردید که علت ایجاد سایه چی هست حتما در رابطه بازی فکر کردید خب میره یکم علمی تر بررسی کنیم که سایه چی هست از لحاظ فیزیک موارد بررسی قرار بدیم خب شاگردان عزیز اگر شما یک جسم غیر شفاف در مقابل منبع نور قرار بدید سایه ایجاد میشه در واقع سایه او ساحه تاریکیه که جسم مانع رسیدن نور به او قسمت شده خب روی تختسیان نگاه کنید تا بیشتر بررسی کنیم فرض کنید که یک جسم دارید سعی سه به این صورت این جسم شما هستم خب ای جسم شما وقتی که در مقابل یک منبع نور قرار میگیره این پرتوهای نور به صورت مستقیم به جسم تابش میکنه دیگه سعیسته؟ ما گفتیم نور به خط مستقیم انتشار پیدا میکنه خب برخی از این پرتوها از جسم رد میشه ولی برخی دیگه از این پرتوهای نور به این جسم ما برخورد میکنه و این جسم اجازه نمیده که این پرتوهای نور خارج شود اگه شما قسمت پشت جسم یک پرده داشته باشید مثلا دیوار باشه پشت جسم شما وقتی که پرتوهای نور از جسم عبور نمیکنه یک ساحه تاریکی در پشت از جسم ما ایجاد میشه که به این میگیم چی؟ به این میگیم سایه صحیح شد؟ پس بر اثر قرار گرفتن یک جسم غیر شفاف در مقابل منبع نور سایه ایجاد میشه سایه او ساحه تاریکیه که مانع رسیدن نور به اون قسمت جسم ما شده اما اندازه سایه شاگردای عزیز یک به فاصله جسم از منبع نور و پرده ارتباط داره هرچی که فاصله جسم و منبع و پرده بیشتر باشه سایه بلندتری داریم و همچنین اندازه سایه بستگی به این داره که نور از کدام طرف بر جسم ما تابش کنه اگر از طرف چپ یا راست نور بر جسم ما بتابه سایه بلندتری داریم اما اگر مستقیم بر جسم تابش کنه سایه سایه کوتاهتریه پس یک اندازه سایه به فاصله جسم از منبع نور و پرده ارتباط داره دو اندازه سایه بستگی به این داره که نور از کدام طرف بر جسم ما تابش میکنه طبق این نکاتی گفتیم یک سوال مطرح کنیم این سوال با هم دیگه جواب بدیم سوال گفته گفته اندازه سایه ها در صبح و ظهر و عصر چه تفاوتی با یکدیگر دارد خب شما عزیزان بگین طبق نکاتی که گفتیم اندازه سایه به چه عواملی بستگی دارد این سوال شما میتونه جواب بده دیگه در صبح و عصر وقتی که آفتاب به صورت مایل به جسم ما میتابه مسلما ما سایه بلندتری داریم اما در ظهر آفتاب وقتی به صورت مستقیم بر جسم تابیده میشه سایه سایه کوتاهتریه پس صبح و عصر سایه بلندتره چرا چون آفتاب مایله اما ظهر سایه کوتاهتره چرا چون آفتاب به صورت مستقیم بر جسم ما تابش میکنه دو تا پدیده طبیعی بسیار مهم که شما بارها شاید پدیده ها شاید بودید یکی محتاب گرفتگی یا خصوف هسته و یکی هم که خورشید گرفتگی یا خسوف هستن این دو تا پدیده رو با هم دیگه بررسی کنیم از لحاظ فیزیکی که چی دلیلی داره که مهتاب گرفتگی ایجاد میشه چی دلیلی داره که خورشید گرفتگی یا آفتاب گرفتگی اتفاق میفته خب این بررسی کنیم با هم دیگه خب شاگرده عزیز و نازنین مهتاب گرفتگی یا خصوف هم به ای گفته میشه چه وقت پدیدار میشه؟ زمانی که آفتاب زمین و ماه در یک راستا قرار بگیرن این شرط اولا یعنی در یک خط اینها قرار بگیرن و زمین بین ماه و آفتاب باشه در این صورت سایه زمین روی ماه میفته که ما به این پدیده میگیم محتاب گرفتگی پس یک بار دیگه روی تخت سیاه برای شما عزیزان رسم کنیم تا بیشتر حواستان باشه که دلیل محتاب گرفتگی چی هستن پس ما چی گفتیم؟ گفتیم که وقتی که سه تا یعنی آفتاب، زمین و ماه در یک راستا قرار بگیره فرض کنید که یه آفتاب مایم بزرگتر رزمون چون بزرگتر هم هستن آفتاب یا خورشید اینجا زمین قرار داره و اینجا هم ماه قرار داره هر سه اینا در یک خط قرار گرفتن در یک راستا قرار گرفتن و زمین بین آفتاب و ماه خیلی مهمه زمین وسط قرار میگیره صحیح است در این صورت پرتوهای نوری که از طرف آفتاب به زمین تابیده میشه باعث میشه که زمین جلوی پرتوها رو میگیره دیگه پس سایه زمین روی ماه میفته وقتی سایه زمین روی ماه افتاد میگیم پدیده محتاب گرفتگی یا خسوف اتفاق افتاده اما یک پدیده دیگه هم داریم به نام آفتاب گرفتگی یا خورشید گرفتگی کسوف هم بعضی گفته میشه خب این چه صورتی رخ میده وقتی که باز هم خورشید ماه و زمین در یک خط قرار بگیرن اما این دفعه ماه بین خورشید و زمین باشه وقتی که ماه بین دو تا باشه سایه ماه روی زمین میفته که ما میگیم آفتاب گرفتگی یا کسوف اتفاق افتاده پس باز هم شکلش رسم کنیم شما عزیزان حتما در ذهنتون باشه که علتش چی هستن پس اول آفتاب رسم میکنیم این خورشید ما یا ای آفتابه اینجا ماه قرار گرفته و اینجا هم که زمینه سه شرط اول چیه؟ شرط اول اینه که هر سه اینها در یک خط قرار گرفتن در یک راستا قرار گرفتن اما این دفعه ماه بین آفتاب و زمین قرار گرفته پس باعث میشه که وقتی پرتوهای آفتاب به ماه تابیده میشه این ماه جلوی پرتوها رو میگیره پرتوهای نوره و جلوی اینا رو که گرفت سایه ایجاد میشه دیگه ما تعریف سایه رو خدمت شما از قبل از این گفتیم دیگه پس وقتی که سایه ایجاد شد این سایه ماه روی زمین میفته سایه ماه که روی زمین گرفت افتاد میگیم که پدیده طبیعی کسوف یا آفتاب گرفتگی اتفاق افتادن پس این دوتا را حتما با هم دیگه تفکیک کنید که محتاب گرفتگی چیه و آفتاب گرفتگی به چی صورته خب شما شایده عزیز که درس خوب یاد گرفتید دیگه یک سوال مطرح کنیم این سوال شاید سوال امتحانی باشه سوا قسمت اول چی گفته؟ گفته پدیده ماه گرفتگی یا جای خالی زمانی اتفاق می افتد که جای خالی بین خورشید و جای خالی قرار بگیرند خب چی میشه شاید پدیده ماه گرفتگی یا خصوف هم به این گفته میشه پس جای خالی اول چی میشه؟ خصوف زمانی اتفاق می افتد که جای خالی بین خورشید و جای خالی قرار بگیرند چی بود؟ زمانی که زمین بین خورشید و ماه قرار بگیره سایه زمین روی ماه میفته و باعث ایجاد خسوف میشه قسمت دوم سوال چی گفته؟ گفتن پدیده آفتاب گرفتگی یا دیگه چی باید میگفتیم؟ کسوف دیگه زمانی رخ میدهد که جای خالی بین خورشید و جای خالی قرار بگیرد در آفتاب گرفتی گفتیم که ماه بین خورشید و زمین قرار میگیره پس جای خالی دوم میشه ماه جای خالی سوم میشه زمین در این صورت سایه ماه روی زمین میفته که باعث ایجاد آفتاب گرفتگی یا کسوف میشه پس این دو تا پدیده طبیعی بسیار مهم ما با همدیگه بررسی کردیم اما به عنوان یک کار خانگی برای شما در نظر گرفتیم تحقیق کنید که آخرین پدیده مهداب گرفتگی در چه تاریخی رخ داد جواب این سوال به شماره 2964 برای ما روان کنید اگر تانستید که چند تا عکس بسیار جالب هم از این پدیده تهیه کنید و برای ما ارسال کنید خیلی سوال قشنگتر شما تانستید که جواب بدید خب شاگرده عزیز درس امروز ما هم خلاص شد ما در رابطه با خواص نور صحبت کردیم اجسام نورانی غیر نورانی را تا یاد بگیریم اجسام شفاف نیم شفاف و کدر و همچنین در رابطه با علت ایجاد سایه صحبت کردیم بعد علت ایجاد سایر که یاد گرفتیم تانستیم که پدیده محتاب گرفتگی و آفتاب گرفتگی را تشریح کنیم خب تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان بلای پاک مثبارم موفق و پیروز و سربلند باشید